شما عزیزان، شب و روزتون بخیر. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدید. امروز قصد دارم 5 صبحانه فوق‌العاده رو به شما معرفی کنم که باعث فعالیت هرچه بیشتر مغز شما میشه. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما ما رو در یوتیوب دنبال کنید. مورد اول، جای دوستر. شب هنگام که سر را روی بالش میگذارید، روزه شبانه شما آغاز میشود. صبحانه یعنی افطار کردن این روزه شبانه. زمانی که بیدار میشوید، مغزتان نیاز به آذوقه تازه از قند و گلوکوز در خون دارد. مصرف صبحانه شیرین باعث افزایش سریع قند خون میشود و در طی ساعت بعدی نیز افت قند حادث میشود. اما بلغور جوی دوستر به آرامی جذب بدن میشود. بعد از خوردن این ماده غذای کامل، قند خونتان با ریتم آرام و منظم افزایش پیدا میکند و دچار افت قند خون نمیشوید. نتایج بررسی نشان میدهد بچه هایی که برای صبحانه جوی دوستر مصرف میکنند، در مقایسه با کودکانی که غلات صبحانه آماده میخورند، نمره های بهتری کسب میکنند. این مسئله نیز نظریه تاثیر قند خون روی حافظه و تمرکز را قوت میبخشد. مورد دوم، تخم مرغ. تخم مرغ یک صبحانه کامل و مفید برای مغز است. این ماده غذایی حاوی پروتئین با کیفیت است. از آنجایی که بدن زمان زیادی برای هضم پروتئین صرف می کند، بعد از خوردن این صبحانه مدت طولانی احساس سیری خواهید کرد. در نتیجه علاوه بر کنترل وزن، قند خون نیز در سطح سالمی نگه داشته می شود. یادتان باشد که سفیده تخم مرغ حاوی با کیفیت ترین نوع پروتئین است. کیفیت بالای این ماده در تخم مرغ به بدن کمک می کند تا آن را بهتر جذب کند. البته گفتنی است که تخم مرغ حاوی ویتامین ها و مواد معدنی نیز می باشد که کمک می کند جسم و روح در کنار هم به کمک هم فعالیت کند. مورد سوم، کره بادام زمینی. کره بادام زمینی و نان کامل این صبحانه علاوه بر اینکه خوشمزه خواهد بود، به خوبی انرژیتان را نیز بالا خواهد برد. با مصرف کره بادام زمینی از خواص پروتئین بهره مند میشوید. همانطور که گفته شد، پروتئین باعث احساس سیری طولانی میشود. اگر از نان توست کامل استفاده کنید، میزان قند خونتان نیز در سطح خوبی قرار میگیرد و در طول روز بهتر کنترل میشود. توصیه میکنیم روی نان توست و کره بادام زمینیتان چند بارش موز نیز بچینید تا برنامه ویتامین نتان کامل شود. با این کار پتاسیم خوبی نیز دریافت خواهید کرد که باعث می شود مغزتان به خوبی اکسیژن رسانی شود. به این ترتیب نیز در طول روز فکرتان باز و روشن می شود و از استرس های بیهوده دور خواهید بود. مورد چهارم، ماست یونانی. احتمالاً عادت به مصرف ماست یونانی برای وعده صبحانه ندارید، اما بهتر است بدانید این نوع ماست هر روز شهرت بیشتری در بین مردم پیدا می‌کند. ماست یونانی نه تنها دارای دو برابر پروتئین بیشتر نسبت به ماست عادی است، بلکه بهتر و خامه‌ای‌تر از ماست دیگر است. پروتئین اضافه این نوع ماست احساس خوبی به شما می‌دهد و باعث می‌شود مغزتان کار بیفته و روز خوبی آغاز کنید. یادتان باشد که ماست یونانی کربوهیدرات کمی دارد. کربوهیدرات‌ها که در دونات و دیگر انواع نان‌های شیرمال و غیره نیز وجود دارد، باعث کاهش شدید قند خون در اواخر روز می شود. این افت قند خون نیز هوشیاری مغز را کاهش می دهد و توصیه می کنیم مقداری میوه یا بادام نیز به ماستتان اضافه کنید تا طعم آن بهتر شود. با مصرف این ماست از چربی های سالم بهره مند می شوید و انرژی خوبی نیز عایدتان می شود. و مورد آخر، شام در صبحانه. گاهی بهتر است تنوع ایجاد کنید. همیشه که لازم نیست مثلا برگر جوی دوستر میل کنید یا یعنی اینکه خودتان را به تخم مرغ و املت ببندید. گاهی خوردن آنچه از شب مانده است نیز خالی از لطف نیست. البته منظور ما تکه های پیتزا یا بال مرغ مانده از شب نیست. اگر سیب زمینی تنوری یا سیب زمینی کبابی مانده است، آن را با ماست یونانی و سبزی یا حتی سوپ مانده را با نان سبوسدار میل کنید. حتی می توانید از مرغ یا ماهی مانده از شب ساندویچ تهیه کرده و نوشجان کنید. البته همه چیز به ذائقه شما بستگی دارد. در هر حال اینکه به قول جوانها صبحانه را توپ میل کنید تا مغزتان خوب کار کند و روز توپی داشته باشید. ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید.